مصطفی دانش نویسنده کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ‌های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. جنگ در اروپا در واقع جنگ نیابتی بین روسیه و کشورهای ناتو در اوکراین میتونه جهان رو در مسیر یک جنگ هسته‌ای قرار بده. پس از حمله ارتش اوکراین به خاک روسیه به استان کورسک که در اثر آن بخش بزرگی از ارتش اوکراین با شکست هولناکی در روسیه روبرو شده و به تایید رسانه‌های غربی هزاران سرباز یگانهای ویژه اوکراینی به قتل رسیدند و صدها تانک و توپ و دیگر تجهیزات نظامی اوکراین نابود شدند، پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین شدیداً ادامه داره. روسیه یکی پس از دیگری شهرک‌ها و روستاهای استراتژیک اوکراین در شرق اوکراین را به اشغال خودش در میاره. در اواخر ماه سپتامبر 2024 آقای ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو که از کارش کناره‌گیری کرده بود به طور غیر مستقیم به شکست ارتش اوکراین در نبرد با نیروهای روسیه اعتراف کرد. ینس استولتنبرگ هنگام خداحافظی به عنوان دبیر کل ناتو خطاب به زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که مانند فنلاند از بخشی از اراضی اوکراین صرف نظر بکنه تا اوکراین زنده بمونه. در جنگ جهانی دوم کشور فنلاند تقریبا از 10% از اراضی خود به نفع شوروی سابق صرف نظر کرد تا شوروی دست از پیشروی نظامی در فنلاند را برداره. اکنون ینس استولتنبرگ دبیر کل سابق ناتو که در زمان دبیر کلیش خواهان به زانو درآوردن نظامی ارتش روسیه در اوکراین بود، از زلنسکی می‌خواهد برای زنده موندن اوکراین از بخشی از اراضی اوکراین که در اشغال روسیه است صرف نظر بکنه. در حمله نیروهای اوکراین به منطقه کورسک در روسیه، رئیس جمهور اوکراین زلنسکی به ایالات متحده آمریکا و غرب این اطمینان را داده بود که با اشغال مناطق زیادی از روسیه و تخریب پایگاه‌های نظامی اتمی و زیرساخت‌های روسیه، روسیه را وادار به مذاکرات صلح و عقب‌نشینی از مناطق اشغالی در شرق اوکراین خواهد کرد و این مناطق و همچنین شبه جزیره کریمه را آزاد خواهد کرد. زلنسکی از کشورهای ناتو به ویژه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواست که موشک‌هایی با برد بالا بیش از 300 کیلومتر را به اوکراین بدهند تا اوکراین بتونه به پایگاه‌های مهم نظامی اتمی و زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله بکنه و روسیه را وادار به مذاکرات صلح و خروج نیروهایش از اوکراین بکنه. سفر ماه سپتامبر 2024 نخست وزیر بریتانیا به واشنگتن و دیدارش با آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به این خاطر بود که آقای جو بایدن اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی و بریتانیایی برای حمله به مواضع استراتژیک روسیه در خاک روسیه را به زلنسکی بدهند. اما آقای جو بایدن تردید شدیدی داشت که چنین اجازه‌ای آمریکا را مستقیماً وارد جنگ با روسیه خواهد کرد، زیرا قبلا پوتین اعلام کرده بود که در صورت چنین اجازه به کیف روسیه آن را اعلان جنگ برای خود تلقی خواهد کرد و اقدامات لازمه من جمله تجدید نظر در دکترین اتمیش را خواهد نمود. تا کنون رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن تصمیم به اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکا را به اوکراین نداده و حتی
ایالات متحده آمریکا در این روزها نگران تحویل تسلیحاتی است که فهرستی از آن را برای کمک به ارتش اوکراین تهیه کرده، اما از تحویل این تسلیحات به اوکراین هراسان می باشه. تلویزیون CNN آمریکا در گزارشی می گوید که جنرال کریس کاولی فرمانده کل نیروهای آمریکا در اروپا فهرستی از تسلیحات و تجهیزاتی را که قرار است به کیف منتقل شود را تهیه کرده، از جمله شامل موشک‌های هوا به زمین و شبکه‌های ارتباطی امن مورد استفاده در ناتو است. اما آمریکا عجله‌ای برای تحویل آنها به کیف را نداره، زیرا آمریکا بسیار نگرانه که با پیشروی‌های سریع و پیروزی‌های نظامی روسیه در هفته‌های گذشته این سامانه‌ها به دست روس‌ها بیفتند. اگرچه خانم کامالا هریس کاندید دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال گفت که دشمن اصلی ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایرانه، اما واقعیت این است که ایالات متحده آمریکا و 32 کشور عضو ناتو از شکست نیروهای اوکراینی در کورسک روسیه و پیشروی های سریع نظامی روسیه در اوکراین بسیار هراسان هستند و در صدد هستند که با کمک‌های جدید چندین میلیارد دلاری تسلیحاتی به اوکراین جلوی شکست نظامی نیروهای اوکراین را بگیرند، زیرا پیروزی روسیه در اوکراین قطعاً بزرگترین شکستی برای ناتو نه تنها در اروپا بلکه در سطح جهان خواهد بود و در آینده کشورهای ناتو قادر به مقابله با یک وحدت استراتژیک بین چین و روسیه و احتمالاً مشارکت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نخواهند بود. برای جلوگیری از قدرت نظامی روسیه در اروپا و همچنین احتمالاً در خاورمیانه و وحدت نظامی روسیه و جمهوری اسلامی ایران، سازمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که مانورهای اتمی‌اش را در اروپا با سلاح‌های اتمی برگزار خواهد کرد. ناتو در روز 10 اکتبر 2024 رسماً اعلام کرد که در یک جهان بی‌امن بسیار حائز اهمیت است که ما قدرت دفاعی خودمان را آزمایش و تقویت بکنیم. دبیرکل جدید ناتو آقای مارک روته نخست وزیر اسبق هلند اعلام کرد که از روز دوشنبه 14 اکتبر 2024 کشورهای ناتو مانورهای دفاعی سالانه خود را با سلاح‌های اتمی آغاز می‌کنند. در این مانورها 60 جنگنده‌های ناتو با تسلیحات اتمی مانور می‌دهند. دبیر کل ناتو آقای مارک روته بدون اینکه نامی از روسیه و یا ایران بیاره گفت که دشمنان ما باید بدانند که ناتو آمادگی و توان آن را داره که در مقابل تهدیدهای عکس‌العمل نشون بده. متخصصین نظامی غرب میگویند که مانور امسال در ماه اکتبر آزمایش میشه که چگونه بمب اتمی ایالات متحده آمریکا در بونکرها در اروپا به سوی جنگنده ها انتقال داده شوند و در زیر جنگنده های ناتو مونتاژ شوند. اگرچه ناتو ادعا میکنه که این مانور اتمی در مقابل با جنگ روسیه در اوکراین باشه، اما چه کسی میتونه باور بکنه که این مانور اتمی پیامی به روسیه و همچنین همکاری نظامی جمهوری اسلامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین و ماورای آن در خاورمیانه نباشه؟ طرح اتمی ناتو این میباشه که بمب اتمی ایالات متحده آمریکا که در کشورهای ایتالیا، ترکیه، بلژیک، هلند و در آلمان در سیلوهای اتمی قرار دارند، در صورت نیاز و شرایط جدی توسط جنگنده‌های اروپایی سازمان ناتو برای دشمنان استفاده شوند. در واقع این رزمایش اتمی ناتو در اروپا نه تنها پیامی به روسیه است، بلکه همچنین پیامی است به جمهوری اسلامی ایران که در صورتی که با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و حمله بسیار احتمالی اسرائیل به مواضع هسته‌ای و انرژی جمهوری اسلامی ایران و در صورت عکس‌العمل شدید موشکی ایران که میتونه اسرائیل را با خطر وجودی روبرو بکنه، اعضای ناتو برای ایران وارد خواهند شد. آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه اخیرش
اسرائیل رو تهدید کرد که اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه، جمهوری اسلامی ایران عکس العمل شدیدی از حمله روز اول اکتبر 2024 به اسرائیل نشان خواهد داد. فرماندهان سپاه پاسداران اسرائیل را تهدید کردند که اراده جمهوری اسلامی را آزمایش نکنند. به دنبال تهدیدهای جدید وزیر دفاع اسرائیل آقای ژنرال آویو گالانت، مبنی بر اینکه اسرائیل یک پاسخ غیرمنتظره مرگباری را به حمله موشکی ایران خواهد داد که ایران نتونه درک بکنه که از کجا خورده است، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفرش به عربستان سعودی و قطر در روز 10 اکتبر 2024 اعلام کرد که ایران برای هر سناریویی آماده می باشد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی الجزیره در روز 10 اکتبر 2024 گفت که با اینکه به دنبال جنگ یا تشدید تنش نیستیم، اما برای هر گونه سناریویی آماده هستیم. عراقچی گفت که اسرائیلی ها می توانند از و اراده ما را محک بزنند. در جریان این سفرش به عربستان سعودی و ملاقاتش با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان و همچنین سفرش به قطر، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی به عراقچی اطمینان دادند که آنها اجازه استفاده از حریم هواییشان را برای حمله احتمالی به ایران را به اسرائیل نداده و نخواهند داد. خبرگزاری رویترز گزارش میده که کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی از بیم هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتیشان از سوی ایران و از سوی گروه‌های متحد ایران از واشنگتن خواستند که اسرائیل را از حمله به تأسیسات نفتی ایران باز بداره. آقای علی شهابی، تحلیلگر معتبر سعودی و بسیار نزدیک به خانواده سلطنتی عربستان سعودی، به خبرگزاری رویترز گفته است که ایرانی ها گفتند که اگر کشورهای عرب خلیج فارس حریم هواییشان را روی اسرائیل برای حمله به ایران باز کنند، این به مثابه اعلام جنگ می باشد. اظهارات آقای عباس عراقچی در مصاحبهش با الجزیره در قطر یک روز پس از آن بود که آقای آویو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به یک حمله مرگبار دقیق و غافلگیرانه تهدید کرد. این در حالی است که اسرائیل حملات تخریب کننده اش به سوریه و به ویژه دمشق را ادامه میده و در بمباران های لبنان و به ویژه در بیروت نه تنها بسیاری از رهبران و فرماندهان حزب الله را به قتل رسانده، بلکه در مدت کمتر از 2 هفته بیش از 2200 نفر غیر نظامی، کودک، زن، پیرزن و پیرمرد بر اثر این بمباران‌های شدید اسرائیل در بیروت و جنوب لبنان به قتل رسیدند. اما خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل جمهوری اسلامی ایرانه که با حمله موشکی خود در روز اول اکتبر 2024 نشان داد که قادر از چندین لایه سیستم‌های دفاعی اسرائیل و همپیمانان اسرائیل مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن عبور بکنه و تعداد زیادی از موشکایش به اهداف نظامی اصابت بکنند. این رخداد نشون میده که جمهوری اسلامی ایران عزم و اراده چنین حملاتی و شاید بسیار خطرناکتری را در آینده خواهد داشت و تهدیدهای رهبر و فرماندهان ایران بلوف نمی باشند. این اتفاق همچنین نشانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران قادر از تمام سیستم‌های دفاعی اسرائیل و همپیمانانش عبور بکنه و اسرائیل را با خطر وجودی روبرو بکنه. این بزرگترین و خطرناکترین سناریویی است که اسرائیل و حتی ایالات متحده آمریکا و همپیمانان در ناتو را به حیرت درآورده و باعث خشم عظیم آنها بر علیه جمهوری اسلامی ایران گشته. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جنگ رستاخیز در مقابله با جمهوری اسلامی ایران سخن به میان میاره. بعد از بمباران‌های شدید در جنوب لبنان و بیروت و حملات زمینی به جنوب لبنان برای اشغال مناطق استراتژیک جنوب لبنان که تا به حال موفقیت زیادی نداشته، اسرائیل جنگ را از لبنان به سوریه گسترش داده و
و هر روز مناطق زیادی را در سوریه را میزنه و تخریب میکنه. این بدامن است که اسرائیل به ایران پیام میده که در همه جبهه ها نه تنها در لبنان و سوریه بلکه به زودی در ایران عملیات خواهد کرد. طرح تاکتیکی میان مدت و طولانی مدت اسرائیل به ویژه طرح نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو و اهداف او تأسیسات اتمی ایران میباشد. اما جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که هر گونه حمله به تأسیسات اتمیش اسرائیل با پاسخ خطرناکتری از حمله موشکی 1 اکتبر روبرو خواهد شد. اگرچه شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران بسیار عمیقه و به لحاظ سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی از حمایت اکثریت مردم ایران برخوردار نیست، اما مراسم جمعه تهران با حضور شخص علی خامنه ای نشان داد که در مقابل تهدیدات خارجی احساسات ملی گرایانه بسیار قویه و حتی بخشی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی در صورت خطری برای تمامیت ارضی آمادگی دفاع از کشورشان را دارد و در صورت خطری برای ایران بر علیه یک دشمن خارجی مقاومت خواهند کرد و اولویتشان مقابله با تهدید خارجی خواهد بود، نه با نظام جمهوری اسلامی ایران. به لحاظ سیاست خارجی و سیاست ژئوپلیتیکی نظام جمهوری اسلامی ایران امروز دیگر با دشمنان خونینی در همسایگی خود مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی روبرو نیست. آنها امروز در منطقه خواهان جنگی نیستند که میتونه تمام تحولات اقتصادی، اجتماعی، نظامی و در حوزه‌های انرژی و تکنیکی آنها را به خطر جدی بیاندازه، ده ها سال آنها را به عقب برونه و احتمالاً باعث شورش‌های غیر قابل کنترل در این کشورها بشه. در همین رابطه میتوان کاملاً مشاهده کرد که کشورهای قدرتمند عربی در حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در واقع این همپیمانان غرب به فکر توازن در سیاست خارجیشان میباشند و روابط بسیار نزدیکی را با روسیه و رئیس جمهور روسیه پوتین آغاز کردند. سفر پوتین در چند ماه گذشته به امارات متحده عربی و عربستان سعودی که با استقبال غیر قابل تصور روبرو بود نشانگر این است تحولات حیرت آوری در روابط روسیه با امارات متحده عربی و عربستان سعودی رخ دادند. این اتفاقات در حالی است که در 2 سال اخیر به ویژه با اتفاقاتی که در جنگ اوکراین افتاده است و با همپیمانی موشکی و پهپادی ایران با روسیه در جنگ اوکراین روابط تهران و مسکو به اتحادی در حال رشد داره تبدیل میشه و این باعث نگرانی و هراس شدیدی در اروپا، آمریکا و در بین کشورهای ناتو گشته. خبرگزاری فرانسه در روز 10 اکتبر 2024 در گزارشی به تقویت روابط و اتحاد روبرشت ایران و روسیه اختصاص یافته از ظهور ائتلاف قدرتمند خبر داده که غرب را به لرزه انداخته. پس از قتل اسماعیل هنیه در تهران تا حملات موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر سال 2024 تقریبا در مدت 2 ماه روابط ایران و روسیه با سفرهای پی در پی دبیران شورای امنیت عالی ملی دو کشور سردار علی اکبر احمدیان و جنرال سرگئی شویگو وزیر سابق دفاع روسیه به مسکو و به تهران به مراحل بسیار بالایی ارتقا یافته. ارسال پدافند هوایی S-400 روسیه و تجهیزات جنگ الکترونیک به نام مورمانسک روسیه به ایران در 2 ماه اخیر نشان از رشد اتحاد نظامی ایران روسیه در رابطه با وقایع خاورمیانه میده. در گزارش خبرگزاری فرانسه از 10 اکتبر 2024 آمده است که همکاری و اتحاد روبرشت ایران و روسیه که پیشتر تهران را با مسکو در جنگ علیه اوکراین همراه کرده بود روز به روز بر نگرانی های غرب و به ویژه در پی افزایش تنش ها در خاورمیانه می افزاید. چنین به نظر می رسی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه روی یک رویای مشترک در تقابل با غرب
تمرکز کردند که بدون تردید بی ارتباط با جنگ احتمالی بین اسرائیل و ایران نخواهد بود. در نمادی جدید از تقویت روابط میان دو کشور، امروز جمعه 11 اکتبر 2024 آقای پوتین رئیس جمهور روسیه و آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در اشخابات پایتخت ترکمنستان با هم دیدار و گفتگو کردند. آقای پوتین پس از این دیدار با پزشکیان اعلام کرد که روسیه و ایران فعالانه در عرصه بین‌المللی با هم همکاری می‌کنند و ارزیابی آنها از رویدادهای رخ داده در جهان بسیار نزدیکه. پزشکیان در تایید نظرات پوتین گفت مواضع روسیه و ایران در جهان خیلی نزدیکتر از دیگران به یکدیگره. پزشکیان از نمایان شدن سند راهبردی ایران و روسیه در کازان روسیه در جریان اجلاس بریکس در آخر اکتبر امسال سخن به میان آورد. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا در ناتو شدیداً نگران موشک‌های بالستیک ایران هستند که در اختیار روسیه در جنگ ایران در جنگ اوکراین قرار میده. جنگی که از منظر غرب سرنوشت آینده جهان را تعیین خواهد کرد. فرانس پرس خبرگزاری فرانسه در گزارش خود ادامه میده که با توجه به افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و اینکه دو طرف در خطر فرو رفتن در چرخه از حملات تلافی جویانه قرار دارند، ائتلاف ایران و روسیه میتونه حتی بیشتر و بیشتر تقویت بشه. حراس ایالات متحده آمریکا و در مجموع جهان غرب از اتحاد روبرشت بین ایران و روسیه انتظار واشنگتن که مسکو به تلاش‌های پیشین خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه بدهد را از بین برده. زمزمه‌های تجدید نظر در دکترین نظام ایران هر روز افزایش می‌یابد. تردیدی نیست که در صورت حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و تأسیسات نفتی ایران در سیاست هسته‌ای تهران بازبینی صورت بگیرد. آقای رسول صنایعی راد معاون دفتر فرماندهی کل قوای ایران هشدار داده است که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران سیاست هسته‌ای ایران مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. در مجلس شورای اسلامی سر و صداها در مورد تجدید نظر در دکترین نظامی به سرعت در حال افزایش است. ممکن است روسیه مانند گذشته برای محدود کردن طرح‌های هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار نده. از سخنان روز جمعه 11 اکتبر 2024 آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میتوان چنین استنباط کرد. لاوروف میگوید که آژانس بین‌المللی اتمی شواهدی دال بر این که تهران را در مسیر نظامی شدن هسته‌ای است نمی‌بیند. لاوروف اما اشاره کرد که مسلماً در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ایران این یک اقدام تحریک‌آمیز بسیار جدی خواهد بود. اظهارات لاوروف بدین معنی است که ایران میتونه به سوی نظامی شدن هسته‌ای قدم برداره. نتیجه این که رزمایش اتمی ناتو از روز دوشنبه 14 اکتبر 2024 در اروپا نشان دادن توان اتمی ناتو به وحدت نظامی روسیه و روبه رشد روسیه و ایران نیز میتونه باشه. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگه ویدیو آگهی کتاب رو نشون بدن. قبلا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com